سلام دوست خوبم امیدوارم شاد و پر انرژی باشی مهدیه هستم به یه درس دیگه از لغات کاربردی زبان انگلیسی خوش اومدی تو درس امروز قرار لغات و اصطلاحات مربوط به هتل در زبان انگلیسی رو یاد بگیریم تا انتهای درس ما من همراه باش و لایک و حمایت از کانال یادت نره Checking at a hotel. Checking at a hotel. پذیرش شدن یا اتاق گرفتن در هتل. هتل امنیتیز هتل amenities، امکانات رفاهی هتل روم سرویس روم سرویس سرویس اتاق Five-star hotel. Five-star hotel. Hotel pentest. Bed and breakfast. Bed and breakfast. بدن برکفست به مهمانخانه کوچک و ارزانی گفته میشه که شما میتونید شب رو اونجا بمونید و هزینه اقامت شب در اونجا شامل صبحانه هم میشه و در اون مهمانخونه فقط صبحانه سرو میشه. بوتیک هتل بوتیک هتل مهمانخانه اختصاصی و مدرن Check out تایم چک تایم تایم تصفیه حساب و تحویل دادن اتاق هتل دقت کنید بچه قبلا چکین رو یاد گرفتیم به معنای پذیرش شدن در هتل و چک اوت دقیقا متضاد چکین هستش stay overnight stay overnight ماندن در شب اینجا به معنی این هستش که شما شب رو داخل هتل بمونین book accommodations book accommodations reserve ekamatka single room single room اتاق یک نفره double room double room اتاق دو نفره سویت سویت اتاق مجلل هتل کامپلیمنتری برکفست کامپلیمنتری برکفست صبحانه رایگان هتل رسپشنست هتل رسپشنست پذیرش هتل Room availability. Room availability. در دسترس بودن اتاق و این عبارت به معنای اتاقهای خالی هستش که الان در هتل موجوده و شما میتونید اونها رو بگیرید. اتاق در دسترس. فرانت دسک فرانت دسک میز پذیرش هتل. Hotel reservation. Hotel reservation. رزرو hotel. Concierge سرویس Concierge سرویس به معنای مسئول لابی و متصدی هتل میشه. Hostel. هاستل به معنای مسافر سرا و خوابگاه توراهی میشه. Hotel cancellation Hotel cancellation سیاست لغو هتل Extended stay Extended stay به معنای اقامت طولانی مدت در هتل میشه دوستان خوبم به پایان درس امروز رسیدیم اگر که مایل هستید لغات و اصطلاحات مربوط به مسافرت و گردش رو یاد بگیرید روی لینک این ویدیو تو قسمت کامنت کلیک کنید به امید دیدار